چیکن استروگانوف یه غذای بسیار لذیذ و خوشمزه است که طرفدارای مخصوص خودشو داره. به خاطر موادی که توشه تا مدت‌ها میتونه ما رو سیر نگه داره. حالا با هم دیگه بریم طرز درست کردن این غذای فوق‌العاده خوشمزه رو با هم ببینیم. مقداری روغن ریختم تو تابه گرم شده. پیاز نگینی خرد کرده داریم که بهش اضافه میکنم. پیاز اونو تف میدیم تا آبش کشیده بشه. پیاز اونو تف دادیم و آبش کشیده شدش و رنگش هم شفاف شد. سینه مرغ داریم که من تقریبا به طول 4 سانتی متر و قطر 0.5 سانتی متر اینا رو برش دادم و بهش نمک و فلفل و روغن زدم و به مدت 2 ساعت تو یخچال گذاشتم تا مزه دار شه. حالا اینا رو اضافه میکنیم به تابمون، همش نمیزنیم تا یه طرف مرغمون آبش کشیده بشه. یه طرف مرغمون آبش کشیده شد، حالا برمیگردونیم تا این طرفش هم کمی سرخ بشه. مرغمون این طرفش هم تف داده شدش. استاک مرغ داریم، استاک مرغ گرم، بهش اضافه میکنم. در تابمون رو میذاریم تا وقتی که مرغمون پخته بشه و 1/4 لیوان ازش آب باقی بمونه. برای درست کردن سسمون کره داریم که گذاشتم کرمون آب بشه. کرمون گرم شدش. آرد داریم که بهش اضافه میکنم. آردمون رو تف میدیم تا کف بکنه. آردمون رو تف دادیم که هم از خامی در بیاد و اینطوری کف بکنه. شیر سرد داریم، بهش اضافه میکنیم و مرتب همش میزنم که گلوله گلوله نشه. با حرارت ملایم میذاریم شیرمون جوش بیاد. سسمون جوش اومد، مقداری بهش نمک اضافه میکنم، کمی هم پودر فلفل سیاه. روی حرارت ملایم میذاریم تا سسمون کمی غلیظ بشه. سسمون غلیظ شد، من از رو حرارت برش میدارم. سیب زمینی داریم که من اونو خلالی و باریک خردش کردم و توی آب گذاشتم، شستمش، خشکش کردم. حالا میخواییم سرخش کنیم. قاش داریم که من اونو خردش کردم، بهش آب لیمو زدم و توی تابه یه تفتش دادم. حالا اونم اضافه میکنیم به مرغمون. یادآوری کنم که مرغمون پخته شده بود و 1/4 لیوان ازش آب باقی مونده بودش. قارچ رو بهش اضافه کردم و یه تفت کوچیک دوباره بهش میدیم با قارچ. سسمون رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم همه با همدیگه یه جوش بخوره که سسمون با مرغمون خوب مخلوط بشه و یه کمی جذب مرغ بشه. تو این مرحله غذامون رو چک میکنم ببینم نمک و فلفلش کافیه یا نه. کمی بهش نمک اضافه میکنم و کمی هم فلفل و میذاریم سسمون کمی غلیظ‌تر بشه. سسمون کمی با مرغ جوشیدش و غلیظ شدش. حالا زیر حرارت رو خاموش میکنم. خاممون رو خوب مخلوط کردم تا صاف و یه دست بشه. مرغمون از حرارت افتاده، حالا خامه رو بهش اضافه میکنم. سیب زمینیمونم که سرخ بشه من میکشم توی ظرف نشونتون میدم. چیکن استروگانوف فوق‌العاده خوشمزه مام آماده شد. شما هم حتما این غذای لذیذ رو درست کنین و نوش جونتون کنین.